از اسفندیار عبداللهی خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای عبداللهی سلام و عرض ادب. درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمتتون. ممنونم جناب عبداللهی. به نظر شما دولت چین از این گونه اقدامات چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ بفرمایید. عرضم به حضورتون که به دنبال همه معروف های ایدئولوژیک اینچنینی، به خصوص نگاه مارکسیستی که چی در مسائل اجتماعی و فرهنگی، با توجه به اینکه مثلا مسئله اقتصادی و تجارت و بازرگانیش رو از مسئله فرهنگ و مسئله اجتماعی جدا کرده، تمرکز در واقع دکترین اجتماعی و فرهنگی دولت کمونیستی چین بر یک دستسازی و بر چینی سازی فرهنگ های متفاوت موجود در چین هست. من نمیدونم، امروز در قبل از این گزارشی از کودکان در یمن را دیدیم، گزارش های متمادی و مختلفی از کودکان فلسطینی زیر آوار و زیر بمب‌های وحشت و جاهلیت اسرائیل دیدیم. آدم نمیداند دلش برای کدام بسوزد. چینی ها به قول معروف این ایدئولوژی کمونیستی مارکسیستی، چین برای ربات سازی و تبدیل انسانهای مذهبی، انسانهای دارای نمیدونم توحیدی، انسانهایی که اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به یک آخرتی دارن، این رو در قالب ایدئولوژی زمینی و ایدئولوژی کاملا ضد بشری کمونیستی خودشون دارن و انسان ها رو ربات میکنن. برای ربات کردن و ربات انسان ها چرا دارن پیش میدن؟ بله جناب عبداللهی، چه راهکارهای جهانی و چه راهکارهای از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با این گونه اقدامات دولت چین میتوان در نظر گرفت؟ من در یک برنامه قبلی شما هم عرض کردم، تنها چند کشور و تنها یک جغرافیای مشخص، جغرافیای کشورهای شمال، یا حالا مثلا بگیم کشورهای شمال به طور کلی که شامل کشورهای غربی و کشورهای شرقی نزدیک به ایدئولوژی غربی، از این قصه ظلم بشری کمونیست ها به مسلمانان چین در واقع دارن دفاع میکنن. متاسفانه اگر حمایتی هم هست، حمایت های پله ای از روی برخی از کشورهای اسلامی نسبت به این مردم مظلوم وجود داره. کشورهای قدرتمندی که در منطقه ما داریم، مثل ایران و عربستان و مصر و کشورهای شبیه به این و حتی کشورهای نزدیک به چین مثل مالزی و اندونزی، کشورهای مسلمانان نه قدرت دارند و نه اراده ای دارند که به طور یک دست یک مسئله متحد یا یک چه میدونم پروژه متحد رو پیش ببرن که جلوی این قصه ظلم به مسلمان رو بگیرن. تنها راهکارش اتحاد کشورهای مسلمان در این قصه است. کشورهای مسلمان به خاطر روابط اقتصادی گسترده‌ای که با چین دارن، این مردم، این بچه‌ها و این انسان‌ها رو قربانی مسائل اقتصادیشون کردن. پر بازه و بدیهی است که پول و اقتصاد و بازرگانی عربستان، ایران و خیلی از کشورهای مسلمان که دارای جمعیت بسیار عظیمی هستن و می‌توانند این سیاست‌ها و دکترین چین رو تحت تاثیر قرار دهند، این مسئله اقتصادی این قضیه رو تحت شعاع قرار داده و مانع از این شده که کشورهای مسلمان به طور متحد مانع از این ظلم بشه. تنها راهکارش همینه، همان گونه که آمریکا حداقل در بیانیه‌های حقوق بشری خودش به این قضیه سالیانه و فصلی اشاره میکنه، کشورهای مسلمان هم باید به طور متحد و استراتژیک به این قضیه ورود بکنن و این استاندارد دوگانه‌ای که نسبت به ایران، نسبت به فلسطینی‌ها داره و نسبت به چینی‌ها نداره، و همینطور عربستان به خاطر روابط اقتصادیش با چین نادیده میگیره، این استانداردهای دوگانه و اقتصادی رو کنار بگذارن و یک استاندارد انسانی، فرهنگی، دینی رو در مقابله با کشور کمونیست چین اتخاذ بکنن. ممنونم. با تشکر از اسفندیار عبداللهی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.